با درود بسیار خدمت همه شما عزیزانم، همه شما همسفران و یارانم، همه شمایی که تلویزیون ایران فردا رو به خانه هاتون بردید، جزئی از خانواده شما شدید، از همه تون سپاسگزارم. به هر حال این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته، من همچنان در آرزوی آن هستم که بتوانیم در یک برنامه زنده شما رو مستقیما داشته باشیم. قول دادم و حتما، حالا یک کمی دیر و زود میشه اما سوخت و سوز مطمئن باشید نداره. و من برنامه ریزی کردم از سال آینده، سال آینده میلادی، که به هر حال ما برنامه هامون ناچاریم بر مبنای این تقویم تنظیم میشه. برای اینکه زیاد حرف نزنم شروع میکنیم صحبت‌های شما رو میشنویم و آنجا که لازم باشه من توضیحاتی حتما خواهم داد. میشنویم صدای عزیز نخستین بینندمونو در این هفته. آقای دکتر نوری‌زاده، با سلام خدمت شما و تمام دوستانی که زحمت میکشن و با مردم ایران رو روشن میکنن. ولی بعضی وقتا آدم گله‌مند میشه از بعضی از آقایون که میان رو خط رو میگن نوار فلانه، برای فکر نمی کنن که دخترایی که با اسید سوختن و این دختر بدبختی که دارش زدن در باره ایرانشون حرف بزن، در باره آهنگ لیلا فروهر حرف میزنن. خیلی متاسفم، واقعا برنامه تونه هر شب نگاه میکنم، ازتونم ممنونم و سپاسگزارم. متشکرم بانوی عزیز. بله، به هر حال ما اینجا گفتیم هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. گاهی اوقات هم خب کسی علاقه داره به صدای هنرمندی از هنرمندانمون اشاره میکنن و این خیلی هم قشنگه. ما هم تلاش میکنیم دستچینی بکنیم از آنچه شما دوست دارید و یه مقدارم بدعت گذاری. فکر میکنم اغلب شما در تماساتون هم ذکر کردید موسیقی رو که ما در ایران فردا پخش میکنیم کمتر در جای دیگه میبینید، حالا اگرم ببینید به این صورت هماهنگ نمیبینید. روی این موسیقی فکر شده، روی این موسیقی تأمل شده، دستچین میشه و به همین سادگی نیست که فکر کنید یا آهنگی پخش شده یا چرا یا آهنگی سه دفعه پخش شده. اینا همه در واقع ارزش گذاری هاست و به هر حال بانوی عزیز سپاسگزارم ازتون. در کنار آلام و دردهایی که ما داریم، موسیقی یکی از اون مواردی است که هم گاه بر اندوه ما میافزاید و گاه دلهای ما رو کمی شاد میکنه. میشنویم سخن هموطن دیگری رو. جناب آقای نوری‌زاده، تشکر میکنم از شما، سلام به خصوصی به شما دارم. از شما خواهش میکنم در رابطه این آقایون راقیجانی که از طرف خدا و خود آقای خامنه‌ای که از طرف خدا آمده هن، اعلام کنیم بهشون که اگر مدرکی دارن که از طرف خدا نوشته شده و به دست اینا بده که هر کاری روی زمین میخوان انجام بدن، بگیم نشان بدن به مردم ایران و مردم جهان که بدونن که اینا از طرف خداوند اومدن، نه از طرف کسی دیگه. اینا بی خودی کارا رو نمی کنن، اینا اسید پاشی که میکنن از طرف خدا گفته این کارا بکنین. اینا کسانی را که اعدام میکنن اینا نامه دارن از طرف خدا. ببینی آقایون لاریجانی 4-5 برادر، اینا رانده شده های عراق هستن یا نیستن؟ اینا کسانی هستن که در زمان شاه از عراق رانده شدن به ایران، شناسنامه هایی دارن همه عراقیه. چه کار داره به ایران؟ متاسفانه من به کتبا افتاده دست این افسوس، خدا رحمت کند رضا شاه و فرزند برومندش که اونم خیلی زحمت برای ایران کشید و ما مردم حق نشناس این بلاها را به سر خودمون آوردیم که امروز دچار این مردم از خدا بیخبر شده ایم. با تشکر از شما جناب آقای نوری‌زاده، از استاد فارس مزاحمتون میشم. سپاسگزارم هموطن فارسی نازنینم که یک بار دیگه ما رو مورد لطف قرار داده بود. خانواده لاریجانی، خانواده آملی، خانواده بودن همونطور که فرمودید از عراق اخراج شدن به ایران آمدن، ولی آقایان لاریجانی ها همه شناسنامه ایرانی دارن
برخلاف آقای محمود هاشمی که لقب شاهرودی برای خود جعلی گذاشته، حالا چون جد ایشون اهل شاهرود بوده، لاریجانی ها همه شناسنامه‌شون صادره از کنسولگری کربلاست و یا بغداد و شناسنامه ایرانی دارن، خیلی ها دارن، ولی آیا ایرانی واقعی هستن؟ آیا همچون یک شهروند ایرانی با عشق به اون آب و خاک زندگی میکنن؟ امیدوارم اینطور باشه. حداقل من تردید ندارم صادق لاریجانی ذره‌ای به این آب و خاک علاقه نداره. یه برادر اینا دارن فاضل و یه برادر دیگه هم دارن که در واقع این چهار برادر میشن دیگه، نه یا بله پنج برادر، محمد جواد چون که تکلیفش معلومه. یکیشون بود که آدم، حالا در ماجرای سعید مرتضوی هم اسمش پیش اومد، ولی وقتی در کانادا بود و وابسته فرهنگی بود از خود بی فرهنگی نشون نداد و پدر اینا مرحوم میرزای آملی یک روحانی با کلاس و با فرهنگ بود، آدم بسیار تنازی بود، تنز پرداز بود. داستانشو براتون گفتم که یک باریشون 82-83 ساله در منزل مرحوم آقا شهاب مرعشی نجفی به افطاری میهمان بود. در اوج اون زمانی بود که چه کار میکردن، نوه آقای گلپایگانی رو به جرم لواط گرفته بودن برای که آقای گلپایگانی رو وادار کنن مجلس ترحیم برای مرحوم آیت الله شریعت مداری نگذاره. بعد اصرار کرد آقای مرعشی که آقا دیره، دیر وقت است، شما همینجا استراحت بفرمایید، بیتوته کنید همینجا. آقای آملی گفته بود و فردا بیان ما رو به جرم لواط دستگیر کنن، ما رو دو تا پیرمرد 85 ساله. غرض این است که از آن پدر این پسرها عجیب بود. بله حتما در باب گذشتم که فرمودید و امیدوارم آنچه در ایران شد معنای ناسپاسی نداشته باشه. انسان ها گاهی اوقات تب می کنن. ما دوچار تبی شدیم که گفت به قول شاملو هیچ کس به کشتن خود این گونه بر نخواست که من به زندگی نشست. هموطن بعدی بود. سلام آقای دکتر نوری‌زاده، من میخواستم بیام روی خط و با شما صحبت بکنم، ولا در حد پیام که خب خیلی حرفا داریم برای گفتن. من مدت ها سو فکرم که یک برنامه شما بذارید که اتفاقا برای اولین بار دیدم که شما این برنامه رو گذاشتید که بیننده ها بیان روی خط و اگر میشد که با هم صحبت بکنیم حداقل کوتاه هم باشه بهتر از پیام دادنه. متشکرم، خدا حافظ. به طور قطع دوست عزیزم این کار رو حتما خواهیم کرد. میگم یه مقدار کارهای تکنیکی داره، اون کار هم انجام شده و بعد ما تغییر کانال هست، اینا همه مسائلی است که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. هموطن بعدی ما. سلام عرض میکنم خدمت دستگاه خانم تلویزیون ایران فردا. من خواستم خدمت جناب دکتر نوری‌زاده عزیزم و تمام بچه های تلویزیون سلام عرض کنم. تلویزیون ایران فردا، آقای نوری‌زاده، الان پارازیت شدید شده. این آقای ماهواره یوسف سخت اصلا بستن، 24 ساعت پرازیته در روز، 8 ساعت در ساعت مختلف، یه فواصل مختلف، 2 ساعت 2 ساعت، 1 ساعت 2 ساعت، 1 ساعت 12 تا 1، 4 تا 6 بعد از ظهر، 3 11 12 شب باز میشد. الان به خاطر شبکه سیمای آزادی و خاطر شبکه های دیگه اصلا بستن، ما اصلا تصویر شما رو نداریم. آنی رو یاده ما خیلی بلستیم شما رو ببینیم، ما رو بلستیم نداراد شما رو جویاشیم، نقطه نداراد شما رو دکتر فرح بخشو برنامه ای که برای تلویزیون اون زحمت به بچه هایی زحمت رو ایشن برای تلویزیونتون واقعا حیفه و زحمت های شما به عدر بری. لطفا اگه شما رو خاطرم این خطر هستش که اینا پارازیت کنن، ریاست و فرکانس 20,073 کیلوهرتز عمودی 27,500
پنج ششم که قبلا آگهیش رو پخش کرده بودیم لطفا خواهش میکنم بریم. من اینکه اینا عجیبی و تلفن پرازید کردن به خاطر این شبکه سیمای آزادی، به خاطر این شبکه مجاهده ها. بله. حالا خیلی ممنونم، متشکرم از برنامه های شما. خواستم اطلاع رسانی کنم، یکی از دوستان نوری‌زاده عزیز هستم. ممنونم از شما. بابک هستم از تهران. متشکرم بابک عزیز، حتما بابک عزیزم دوست من هستی، با این علاقه صحبت میکنی. ببینید ای کاش رژیم جمهوری اسلامی اینقدر فرهنگ و درک داشت، میذاش تلویزیون مجاهدین هم پخش بشه، مجاهدین چی میگن؟ میان راجع به جرائم میگن، جنایات میگن و بقیه حرفا. ولی آیا فکر میکنید خود مردم با آگاهی که از رهبری سازمان، سازمان رو نمیگم، جوان ها رو نمیگم، مسن شدگان در سازمان رو به اشک و خاکستر و نشستن آدم ها رو نمیگم، ولی بسید این رهبری مجاهدی میدین حرف رو بزن 35 سالی داره میزنه، چی شده؟ شیش ماه قرار بود ایران رو فتح کنه، فقط انسان ها رو به مرگ رسوندن یا به خاکستر نشینی یا به اردوگاه لیبرتی. رهبر کجاست؟ مشغول شنا کردنه. همسر رهبر رفته گل بچینه. باری گفتم بهتون میایم روی هاتبرد، اونجا هم پارازیت خواهند داد. اما شماها اینقدر هوشمندین که راه ها رو پیدا کردین، اون ساعتی که پارازیت نمیدن نگاه میکنید. چقدر جوونا برای من مینویسن که چطوری این برنامه ها رو از طریق موبایل به هم نقل میکنن، لینک ها رو میفرستن، ما همه برنامه همون بعد از پخش روی یوتیوب هم هست، چجوری اینا رو به هم انتقال میدن. سپاسگزارم ازتون. چه کنیم؟ در برابر قوم و ظالمینی قرار گرفتیم که فکر میکنن بستن راه اطلاع رسانی میتونه عمر اونها رو طولانی تر بکنه. چنین نیست و چنین نیز مباد. هموطن عزیز بعدی. سلام آقای دکتر نوری‌زاده، تو برنامه پنجشنبه شبی که داشتیم صحبت میکردیم در مورد این گفتیم که نسبت به آقای زرقامی یا جانشینی که میخواد درش انتخاب بشه، گفتیم یه تعداد ماهواره هست که نمیدونن برای سرگرمی مردم ایران نگاه میکنن، و گاهی اوقات هم یه نگاهی به شما میکنن، میخوام مثلا میگم کاملا در اشتباهید. تمام مردم یکی اول اخبارا رو گوش میدن بیشتر، یعنی 80%. بعدم از اون زمانی که تلویزیون شما رو افتاده، خودم فقط به رفیقات که ازم اومدن دیدن که شبکه شما یه چیزایی مثلا از ضبط شده پخش شده، سریعا تلفن کردن و فرکانسش رو خواستن، تلویزیون شما رو، و دقیقا میشینن نگاه میکنن. یعنی میخوام بگم که فکر نکنیم که گاهی اوقات کسایی یا مثلا تعداد افرادی که میری تلویزیون شما نگاه میکنن، مطمئن باشین تمام دقیقا نگاه میکنن، دو حرفای کاملا درست و منطقی هم که میزنید گوش میدن. یا علی، خداحافظ شما. سپاسگزارم دوست عزیزم، چقدر خوشحالم کردی. البته من اینو بگم، ما تقریبا یه آمارهایی داریم و من واقعا من از 16 سالگی شروع کردم به نوشتن و خیلی زودم به هر حال در مجله فردوسی عباس پهلوان نازنین و شادروان نعمت الله جهانبانوی به هر حال گل کردم، اومدم. بعد دیگه همینجوری بودم، روزنامه اطلاعات، رادیو تلویزیون، مجله امید ایران، مجلات دیگه، جونگ‌های دیگه. هرگز در عمرم، حالا خاکستر نشینم شده موام، به این اندازه‌ای که حالا احساس شادمانی میکنم، احساس نمیگم غرور ولی خدا رو سپاس میگویم، مثل حالا نیست. چون الان میبینم چه تعداد از شما تلویزیون رو میبینید. یادتون باشه ما آمار از خود کمپانی ستلایت هم داریم، چون اونا میتونن تعدادی که پیک میکنن میگیرن، تعدادشو مشخص برشون. آمارهایی هم در داخل هست، سازمانهایی هم هستن اینجا که به ما اطلاع میدن. در حال من خیلی خوشحالم تلویزیون ایران فردا در زمان کوتاهی به خانه های شما آمده. اعتماد دارید، فرزندتون که تلویزیون رو نگاه میکنه نگران نمیشید، میشینید با خانواده تماشا میکنید.
واقعا بهتون مدیونم و سپاسگزارم برای این همه لطف و مهر من و همکاران عزیزم. هموطن بعدی. سلام خدمت آقای نوریزاده. من دومین بار تماس میگیرم قربان. چیز خاصی نیست، شاید هم باشه، لطفا اینو مطرح فرمایید یا یه برنامه درست کنید. چطوریه تو ایران مثلا آقای که 5 میلیون 10 میلیون حقوق میگیره، از تمام مزایا تمام این چیزا برخورداره، اما متاسفانه جوانا یا آدمایی که حتی 2 تا 3 تا بچه دارن، 5 تا بچه دارن، بیمه ندارن، کاری ندارن، ولی همین نیم کیلو پنیر یا 2 تا مرغ یه سبد کالا هیچی بهشون تعلق نمیگیره، یا حتی از سهام عدالت و این چیزا خبری نیست. یکم مسئله بعدی مثلا جوانا، خب هیچ کدومشون روشون نمیشه یا به اصطلاح چیزشون اجازه نمیده غیرتشون مثلا برن کمیته امداد یا جاهایی که مربوط به کمک کردن به این هست. معمولا افراد 60 سال به بالا، اونه که 2 طبقه 3 طبقه خونه دارن، متاسفانه برج 500-600 تومن 700 تومن اجاره هم میگیرن، ولی از کمک برخوردارن. ولی اون جوانی که هیچ پشتیبانی نداره، حتی اولین قدمش که یه بام گرفتن باشه، باید یه بازاری معتبر ببره، نمیدونم کارمند ببره، چی ببره، چند تو مسئله دیگه، اونها خوب کسی نمیره. بعد این بام باز برمیگرده به کجا، به جیب کی میره؟ این ها لطفا یه برنامه درست کنید یا رسیدگی کنید. ممنونم. سپاسگزارم دوست من. اجازه بدید چون همین امروز 2-3 تن از شما برای من مطالبی رو فرستادید که به این موضوع مرتبط میشه براتون بگم. یادتونه من یه اشاره کردم به شرکت آقای علی دایی، فوتبالیست و مربی سرشناس و افتخار آفرین، حضورشون در اون تشکیلات ریباک در ایران که گفتم چقدر مردم گل آورده بود. یه هفته 10 روز بعد همسر آقای علی دایی یه جواهر فروشی باز در همون مناطق شمال شهر افتتاح کرد. دوستی برای من عکسای فرستاده بود از گلها و میگفت که چه خبر بود و چه جواهراتی در اونجا عرضه شده بود، در حالی که در همون هول و هوش افرادی بودن که نالان و گریان امیدوار بودن. بعضی از بازدید کنندگان ثروتمند که با اتومبیل‌های بنز اس کلاس و پورش و اینا با اونجا میمدن، دست لطفی بر سر اونها بکشن. باز دوستی برای من نوشته که آقا در خیابان فرشته در اونجا یه پاساجی هست که کنارش یه برج ساختن، اجازه عکس برداری به کسی نمیدن چون خودشون ساکنین همون برجن، که آپارتمان هایی داره، آپارتمان های بالای 5 میلیارد و 7 و 10 میلیارد. و بعد اشاره به این پاساژ میکرد، شاپینگ هایی که تمام برند های مشهور، ساعت رولکس، روسری شانل به مبلغ 2 میلیون تومان، یک روسری، 3 تا رستوران هم زیرش هست، یه رستوران فرانسوی، یه ایتالیایی و یک ایرانی. و ایرانی رو معمولا ثروتمندا قرق میکنن. باورتون میشه 1 میلیون پر هد، یعنی 1 میلیون تومان تا 1,200,000 تومان برای یه نفر در یه شب در اون رستوران و مهمانی های آنچنانی که اونجا میدن. بعد دوست من فقیری رو کنارش دیده بود که گدایی میکرد، کمپانی پورشه در 2012 به جمهوری اسلامی ایران جایزه میده به خاطر تعداد اتومبیل هایی که فروختن، هدیه به ایران میده، برند مخصوص میده به ایران. و بعد مازاراتی هم که مراسم میگیره برای رونمایی از اتومبیل ویژه‌ای که به ایران فرستاد، 1,300,000,000 تومان، 1 میلیارد تومان برای بنز، برای پورشه 1,200,000,000، 2 میلیارد تومان برای مازاراتی و انواع و اقسام. این همه فاصله طبقاتی آقای خامنه ای، سر به دیوار بکوب، سر به دیوار بکوب. در زمان آن پدر و پسرم اختلاف طبقاتی بود، ولی این نبود، این نبود. مردمم رحم بیشتری داشتن. متاسفم
اونهایی که اون سریال دارا و ندار رو نمیدونم یادتونه یا نه، اونهایی که دارند گمان نمیبرن بعضیشون که تا دیروز هیچی نداشتن، در یک معامله یا یک کار نادرست و ناسواب علیه مصالح ملی سر زدن به خیلی میلیاردرها و میلیاردها به جیب زدن، این خیالشون نیست در اون جامعه چه اتفاق میفته. و این دوست من از جوانهایی میگه که حتی یک وام نمیتونن از بانک بگیرن. بسیار بسیار متاسفم. هموطن بعدی، با عرض ادب ایمیلیو که ارسال کردم به صورت صوتی نیز میخونم. تلویزیون محترم ایران فردا، با درود، با توجه به شعر ارسالی در رابطه با خانم گردآفرید، ارسال این دو بیتی را به عنوان مکمل تفسیری خالی از لطف نمیدانم که ترجیح میدهم که به عنوان نوعی از احترام شعر را در پیامگیر شما نیز بخوانم. هنر در بدترین دوران تاریخی خیش مانده است اسیر روابطی که فاقد شکل عقلی هستند، برای آینده چون سفیر به مرگ گفتم. انکار سید نزولی هنر انکار آتش پنهان است در خرمن، برای نان هنر در آینده نباید که رفت به دنبال هر خمیر. تاریخ سرودن 3 اکتبر 2014 14:35. ممنونم. شعری برای خانم گردآفرید، همکار عزیز ما که شاهنامه خوانی و تفسیر شاهنامه شون یکی از برنامه‌های بسیار مورد توجه و تایید شماست. هموطن نازنین دیگرم، با عرض سلام خدمت برنامه گذاران تلویزیون اندیشه، مخصوصا جناب آقای نوروزاده. بله، ایران فردا رو گفتن اندیشه. آقای نوروزاده بسیار جالب و مورد توجه است و شما طریقه صحبت کردن شما مردم علاقه من میکنه که به صحبتهای شما گوش کنید. جناب نوروزاده، یک سوال از حضورتون داشتم. خواهش میکنم در یک برنامه‌تون یا تلفن رو که چک میکنید به ما توضیح بدید حزب توده رو کی به وجود آورد، چون باعث نابودی ما ایرانیا شد. متاسفانه بعضی از رسانه‌ها میگن که زمان شاه این بود اون بود. من برای دولت شاه هیچ وقت کار نکردم و از جوانی هم در امریکا بودم، ولی تا اونجایی که بودم هیچ وقت ندیدم کسی رو به دار بزنن یا تو خیابونا به این حالت افتضاح آمیز مردم رو کتک بزنن. استدعا میکنم در مورد حزب توده توضیحاتی بفرمایید تا ما روشن بشیم. روزتون بخیر، خیلی متشکرم. امروز سپاسگزارم هموطن عزیزم. حالا من درباره تاریخ حزب توده منابع بسیار از شما مراجعه به اینترنت بکنید، ولی اساس حزب توده رو که در نظر بگیرید، حزب با اندیشه اشتراکی، زمانی که خب میدونیم در شوروی انقلاب بالشویکی صورت میگیره، تشعشع این به همه جا از جمله کشورهای همجواری مثل ایران میرسه. چندین حزب کمونیست کوچک و تجمع کمونیستی درست میشه تا به 53 نفر میرسه. در زمان رضا شاه مرحوم دکتر ارانی سرآمد اینها بوده، انسان بسیار وطن پرست و آزاداندیش، و در میان اونا هم انسانهای آزاداندیش بسیارن، شخصیتی مثل انور خامنه‌ای هست و دیگران و دیگران. و بعد از جنگ جهانی دوم حزب توده تشکیل میشه. اما اینو بدونید، اونایی که حزب توده رو درست کردن، حالا غیر کامبخش و یکی دو نفر مثل او، بقیه انسانهای وطن پرستی بودن، تجلی و اعتبار یافتن میهنشون رو میخواستن، در برابر نیروهای اشغالگر علاقمند به استقلال وطن بودن. ولی به مرور متاسفانه حزب توده تابع شوروی و حزب کمونیست و KGB شد و در میانش جاسوسهایی ظهور کردند که مصلحت شوروی براشون مهم بود. روز مرگ استالین تو سرشون میزدن و عشق میریختن. ولی هیچ کدوم از اینا مانع از این نیست که ما شخصیتهایی در درون حزب توده داشتیم که تا پایان عمرشون آزاده بودن، آزاداندیش بودن و وطن پرست بودن و هرگز خائن نبودن، نوکری شوروی رو نکردن و تا آخر عمرشون هم، حالا در زندان بودن، تیرباران شدن، یک کسانی بودن که
با آزاداندیشی تا آخر زندگی کردن، اما اون بخشی که خیانت کرد اونها هم برای تاریخ روشنه. اون بخشی که وطنشون رو فروختن، کامبخش کجاست؟ چه شد؟ اونهایی که دنبال فرقه دموکرات آذربایجان بودن و میخواستن آذربایجان از ایران جدا کنن، هنوزم چند تاشون تو باکو نشستن با پول الهام علیوف، تلویزیون هم درست کردن تو آمریکا و میخوان آذربایجان از ایران جدا کنن. اینا نه توده‌ای بودن نه کمونیست بودن، اینا خائن بودن، خائن به وطنشون بودن. در حال امیدوارم شما با مختصر توضیحات که من دادم، چون وقت نداریم در این کار، مراجعه بکنید به اینترنت به این همه کتاب‌های جالبی که نوشته شده، تاریخ حزب توده ایران، کتاب‌های متعددی محققان بزرگ در این زمینه نوشتن، که امیدوارم همون کتاب 53 نفر اگر بخونید، انور خامنه‌ای، 3 جلد، فوق‌العاده است اون کتاب. دوست دیگری رو پیامش رو میشنوید. سلام، خسته نباشید. اولا خواستم تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون. میدونم خیلی زحمت داره تهیه کردن این برنامه‌ها. وبسایتتون خیلی عالیه، دسترسی خیلی خوبه. مطلبی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد مصاحبه دیروز آقای چالنگی بود با آقای موسوی خوئینی در مورد ماهواره. یک نکته ای رو من متوجه شدم با بین صحبت آقای خوئینی، فکر میکنم اشتباهن، امیدوارم که اشتباه بوده باشه، به اصطلاح سهوی بوده باشه. ایشون فرمودن که زمانی که زمان آقای خاتمی، وقتی که بعد از تجسس و بعد از حال مطالعه روی مسئله، به این نتیجه رسیدن که برخورد فیزیکی با مردم در زمین ماهواره متاسفانه اثری نداره. این کلمه متاسفانه، حالا شما میتونید برنامه خودتون مرور بکنید ببینید کلمه متاسفانه که گفتن خیلی برام جالب بود. یعنی ایشون از برخورد فیزیکی متاسف نبودن، از اینکه برخورد فیزیکی نتیجه نداده متاسف بودن. و امیدوارم که این مکنونات قلبی خودش رو به این شکل تصادفاً عنوان نکرده باشن. خیلی ممنونم، بتونیم برنامه مجدد خودتون مرور کنید ببینید. قربان شما، خدا حافظ. سپاسگزارم دوست عزیزم. مهندس خوئینی یکی از باشرفترین آدم هاییست که من شناختم. نماینده مجلس بود در مجلس ششم و این آدمی بود که زندانهای مخفی سید علی آقا رو فاش کرد. آدمی بود که دزدی های کلان در ایران ناسیونال رو که ایران خودرو شده بود افشا کرد. جوانی که جزو دفتر تحکیم وحدت بود اومد بالا و در تمام 4 سال دوران نمایندگیش یک روز نایستاد. کمیسیون اصل 90 بود، تحقیق میکرد همین مسئله زندانی هاست. اما اینکه ایشون گفته، ایشون منظورش نبود که گفتن که این برخورد فیزیکی که متاسفانه برخورد فیزیکی بود، خودشون فهمیدن که اثری نداره. منظورشون بود برن بالا ماهواره ها رو بریزن پایین، مردم رو آزار بدن. شاید به سهو تأمل روی کلمه‌ای درست نشده بود که چنین تصوری برای شما ایجاد کرده، ولی من به شما اطمینان خاطر میدم. آقای موسوی خوئینی خیلی تفاوت داره با یه آدمی که یه اسمی شبیه به ایشون داره. منظورم اون سید محمد موسوی خوئینی هاست که دادستان انقلاب بود و بعدن هم اصلاح طلب شد. اما نه، مهندس موسوی خوئینی انسان آزاده است. هموطن بعدی. سلام خدمت شما آقای نوریزاد وطن دوست، خدا قوت. علی نوکرزم خدمت شما عارضم. جوونی 25 سالم، جوونی مثل تمام جوانای ایران تو این رژیم زار و صفت تباه شده. آقای نوریزاد، پدرم به رحمت خدا رفته، اون بنده خدا هر وقت اسم رضاخان کبیر رو میشنید عشق تو چشاش حلقه میزد و بغض گردوش رو میگرفت. به خدا این آخونده قارت کردن، مردم رو بیچاره کردن، به فقر کشوندن. چی بگیم؟ درود بر شما، درود بر خاندان پهلوی، به امید ایرانی آزاد. ممنون از برنامه خودتون. یا علی. سپاسگزارم. یه جوان 25 ساله
پدرش راجع به رضا شاه سخن میگفته و خودش همون روزگار رو دیده، 10 سال بعد از انقلاب به دنیا آمده. ببینید این رژیم چه کرده در این 35 سال، چه کرده با نسل جوان، نسل انقلابی که آقایون تو کودکستان و مدرسه میگفتن خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار، از عمر ما بکاه و بر عمر رو بیفز. یه قنچه نوگل بگه آه خدا منو پرپر کن برای که سید روح الله خمینی زنده بمونه. خب خدا هم که به این حرفا گوش نمیده. این نوجوان، این جوان باید بیاد از روزگار پهلوی ها بگه. این بالاترین خدا بیامرزیه برای آن پدر و پسر. دیگه چی میخوام؟ هموطن بعدی. سلام. خدا قوت، خسته نباشین به همه عزیزانی که زحمت میکشن در این تلویزیون، به خصوص جناب آقای دکتر نوریزاده که خدا شاهده که وقتی که ایشون صحبت میکنه صدای نفسش رو در منزلمون احساس میکنیم. چرا؟ چون ایشون واقعا از خودمون میدونیم، میدونم که این مرد درش برای جلای وطن میتپه و نمیدونم چجوری عشقم و علاقم و نسبت به ایشون و همه عزیزایی که واقعا برای ایران زحمت میکشن ابراز بکنم. خواستم به عزیزمون بگم که اول یه خواهش داشتم، اگه میشه حداقل یه نیم ساعت به برنامه پنجره خانه رو به پنجره خانه پدریش اضافه بشه، چون همین به قول معروف گرم صحبت که میشن وقت تموم میشه. بعد بگم دکتر جان قربونت برم، خبر از خانه پدری نداری که؟ روی رنگ و لعابش خیلی قشنگ شده، اما افسوس مردمانش، یعنی ایرانی ها اینقدر بد شدیم که از صبح تا شب فقط به فکر پول در آوردن، پول، معرفت و محبت و عشق به هم دیگه واقعا از بین رفت. خب خودت هم میدونی، منم میدونم، همه میدونن که علتش چی بوده، وجود منحوس این نمیدونم شیوخ، این وجود منحوس این آدم روی توی مملکت ماست که مملکت رو، دلهای ایرانی ها رو به این روز انداخته که اگه کنار خیابون کسی رو ببینی تصادف کرده یا افتاده روی زمین که نیاز داره که یکی پیدا شه دستش رو بگیره رو زمین بلند کنه، نمی کنن. اینقدر بد شدیم که واقعا جای تأسف داره. یعنی دلم میخواد اسم این برنامه رو اصلا عوض کنه آقای دکتر، یعنی بیشتر بیاد راجع به احساسات و ایرانی بودن که چی بودیم که الان به کجا رسیدیم بیشتر راجع به این قضایا صحبت بکنه. سپاسگزارم. من محمد هستم از مهرشهر کرج. از خدا برای همه تون آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت دارم. بدونید که ما واقعا شما رو دوست داریم، واقعا شما رو دوست داریم. ممنونم ازتون. در زمینم بگم که ماهواره یوتلسات توی شاید 70% تهران قابل رویت نیست، به خاطر اینکه انقدر پارازیت شدید دوشه که دیده نمیشه اصلا. سپاسگزارم. الله حافظ و نگهدار همتون باشه. سپاسگزارم محمد عزیزم، خیلی ممنونم. حرفات دل منو لرزوند، ولی در این حال بگم عزیزم اضافه کردن زمان به برنامه من درست نیست، همون 1 ساعت خیلیه. یادت باشه در روز در کنار خب اداره تلویزیون، اداره مرکز مطالعات، کارهای دیگه، مقاله نوشتن اینا، و اون 1 ساعت خیلی وقت میبره. فکر نکنید به همین سادگیست هر روز دادم 1 ساعت برنامه داشته باشه. در حال امیدوارم من بتونم در درون اون 1 ساعت رضایت شما رو به دست بیارم. هموطن بعدی. با درود به شما و همکارانتون آقای دکتر، با تشکر فراوان از برنامه خوبتون، راجع به برنامه جناب بهبودی عزیزم خواستم صحبت کنم و تشکر میکنم از شعر آخرشون که زندگان بودن با هم، زندگی هم نیز بوده آخر، زندگی زایند رودی، سرنوشتش تار و مبخم و بقیه که اطاله صحبت نشد. میخواستم خوش کنم این برنامه نیم ساعته رو اگه میشه با شعر خودشون آغاز کنن و برنامه رو خودشون ادامه بدن و مهمونی نداشته باشن، چون که واقعا ایشون یکی از بهترین
برنامه سازانه رادیو یعنی تلویزیون هستن و اگه خودشون برنامه رو اجرا کنن به نظر من خیلی زیباتر و جالبتر خواهد. خیلی متشکرم از ممنونم بانوی گرامی. باور نمی‌کنی من خودم علیرضا نازنین رو هر بار می‌بینم میگم مردم دلشون برای حرفای علیرضا تنگ میشه خیلی زیاد. البته در این حال بگم بعضی از گفتگوهای ایشون فوق‌العاده است و بسیار آموزنده. من خودم بسیار آموختم. حتما برنامه علیرضا رو همیشه می‌بینم و امیدوارم در بتونیم یه از نظر فنی تحسین یا یک لغت عربی رو به کار بردم در واقع بهبود بیشتری از نظر فنی به برنامه بدیم که علیرضا احساس آرامش بیشتری بکنه از ستاپ، از بکراندش، از تصویرها. ولی من هم با شما معتقدم یکی از عزیزترین انسانهای زندگی منه و برنامهش هم بسیار دوست دارم. هموطن بعدی ما، من میخواستم این آقای نوری‌زاده بگم دلیلش با مجاهدین چرا درگیره با مجاهدین، دلیلش چیه؟ مجاهدینی که واسه این انقلاب 20,000 شهید دادن، نیرو دادن، دارن بازم شهید میدن، دلیل مخالفش چیه؟ بسیار عالی، من پاسخ میدم خدمتت هموطن عزیزم. من اصلا با مجاهدین بد نیستم. من حتی در اون بحبوحه انقلاب، در اون روزهایی که اسم مجاهد میمد گردن تو میزن، من نوار در آوردم براشون، نواری در آوردم که در اون جوانا رو ستایش کردم. مجاهدین از آقای مسعود رجوی و اون هیئت بالا جدا، در میان مجاهدین انسانهایی بودن که عاشقانه به ایران عشق می‌ورزیدن، بعضی جان باختن، بعضی متحمل سالها رنج و درد شدن. رهبری این سازمان بود که مورد سوال ماست. چطور میشه یه انسانی 35 سال آدمهای رو فریب بده بعدم راحت بره تو اردن بشینه شنا کنه و تفریح کنه و گردش کنه و افرادش رو رها کنه توی اردوگاه لیبرتی که مزدورای جمهوری ولایت فقیه بیان بکشنشون بزنن؟ بحث من با اوناست. من ولو دشمنی ندارم، چرا دشمن باشم با کسانی که جوانیشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، امروز به خستگی و پیری رسیدن، خاکستر نشین شدن، بچه هاشون رو دادن. چندی قبل یه جا خوندم شمس حائری درگذشت، هیچکی نفهمید. شما میدونید شمس چه کرد؟ چطور آقای رجوی با شمس بازی کرد؟ چطور او رو آزار داد و دیگران و دیگرانی که از سازمان جدا شدن؟ بانوی با 3 یا 4 فرزند، 3 فرزند، همسر یک فوتبالیست. آقای رجوی این فوتبالیست رو وادار کرد از همسرش جدا بشه چون اون بانو حاضر نبود زیر پرچم آقای رجوی سینه بزن. در حال امیدوارم در یک فرصت مفصل براتون بگم. و بعد مجاهدین با من چه کردن؟ قصد جان منو کردن در برمن آلمان. و اگر واقعا میگم اگر یه دوست نازنین روزنامه‌نگار من نبود که خود رو روی من انداخت، با این همه بینی من شکست و این آقایون کسی رو از بغداد فرستاده بودن که همون شب منو بکشه، اب نداره، من بخشیدمشون و دلم برای بچه‌هایی میسوزه که جان و جهانشون رجوی و جمهوری ولایت فقیه به باد داد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده بار دیگر با صدای شما و نظرهای شما همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Yeah.